فیلم مستند ال دیاماس لارگو یا طولانی ترین روز، رهبر بیمار و سالخورده انقلاب کوبا را در قالب جوانی پرشور و سرخوش از پیروزی انقلاب به تصویر می کشد. این فیلم پس از 50 سال، روز شنبه 10 دسامبر، بدون هیچ گونه دستکاری و سانسور از تلویزیون های سراسر کوبا پخش شد. فیدل کاسترو که اکنون 85 سال دارد و از فرط بیماری اداره کشور را به برادر خود راول واگذار کرده، در فیلم اوایل سالهای 30 را دارد. 4 روز پس از فرار فولخنسیو باتیستا، دیکتاتور کوبا به کشور بازگشته و تعریف می‌کند که چگونه سانتیاگو به تصرف نیروهای انقلابی درآمد و فرجام نبرد سانتا کلارا چه بود. پیروزی در سراسر کشور از آن ماست. همه فرماندهان نظامی کشور در کنترل رهبریت انقلابی مانوئل اوروتیا رئیس جمهوری است. کسی که همه فرماندهان نظامی کشور از این پس گوش به فرمان او هستند و آزادی و اقتدار ملت در کشور به حد کمال خواهد رسید. من در اینجا از همه رهبران اتحادیه‌های کارگری و همه کارگران می‌خواهم به اعتصاب‌های انقلابی خود پایان دهند. یاد همه قهرمانان خفته کشور در این ساعت پیروزی گرامی باد. این مصاحبه در روز 4 ژانویه سال 1959، یعنی 2 روز پس از سقوط باتیستا و ورود نیروهای انقلابی کوبا به رهبری چگوارا به هاوانا صورت گرفته است. بسیاری از کوبایی ها از دیدن این فیلم و صحنه های تاریخی و نادر روزهای انقلاب کوبا ابراز خوشنودی کردند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.